سلام و درود خدمت شما بیننده های عزیز، امیدوار هستم صحت مند و سرحال باشین. باز هم شما بیننده و شنونده برنامه روان از طریق تلویزیون سبا و رادیو نوا با من زیتا درانی هستید. دوستای عزیزم، ممکن است در خانواده های شما اطفال وجود داشته باشد که بیش از حد فعال هستند و انرژی بیش از حد دارند. اینها همیشه پرجان بجوش هستند و در حال حرکت هستند. آیا شما تا به حال فکر کرده اید که این اطفالتان چرا این رفتارهای غیر عادی را از خود نشان می دهند؟ ممکن است شما بعضا وقتا اطفالتان را سرزنش کنید به خاطر رفتار و اعمال که انجام می دهد، اما بی خبر از این که ممکن است این رفتارها و اعمالها نشانه یکی از اختلالات باشد. این رفتارهای اطفالتان می تواند نشانه اختلال به نام ADHD و یا بیشفعالی باشد. پس اگر می خواهید در مورد ADHD و یا بیشفعالی به صورت کامل معلومات حاصل نمایید، تا آخرین دقایق برنامه با ما همراه باشید. بیشفعالی چیست؟ بیشفعالی به حالت گفته می شود که کودک به صورت مفرد و بیش از حد پر انرژی می باشد و فعال و خیلی پر جنب و جوش می باشد، که این حالت کودک نه تنها برای خودش بلکه برای فامیلش، اطرافیانش، دوستانش و حتی مکتب می تواند مشکلات مختلف را پیش کند. افرادی که به اختلال بیشفعالی دچار هستند، امکان زیاد دارد که در آینده ترک تحصیل کنند و همچنان روی بیارند به سوی مواد مخدر. از طرف اطفالی که به اختلال بیشفعالی دچار هستند، ممکن است در معرض بالای خطر اختلال سلوک و اختلال شخصیت ضد اجتماعی قرار داشته باشند. بنابراین لازم است آگاهی کامل را در مقابل رفتار اطفالمان داشته باشیم و در مقابل رفتار اطفالمان مسئولانه برخورد کنیم، چون می تواند عواقب ناگوار داشته باشد و همچنان تمرکز نکردن اطفالتان باعث می شود این اطفال بیشتر در حالت حرکت باشند و نتوانند جای آرام بنشینند و همیشه کوشش می کنند حرکت هایی را از خود انجام بدهند که باعث ضرر رساندن به اطرافیانشان شود و به یک موضوع به صورت جدی نمی توانند فکر خود را معطوف بکنند. حالا چوب است که نظریات دکتر صاحب عبدالقوی را نیز با هم بیننده و شنونده باشیم. در ادامه با ما باشید. اختلال کم توجهی بیشفعالی یا اتنشن دفیسیت هایپر اکتیویتی دیسوردر که شامل دو بخش میشه که طفل اکثر یک جمله اختلالات رشدی اطفال است که دو جزء میباشه. یکی که طفل کم توجه میشه، یعنی در قسمت توجه خود، چون طفل نرمال باشه توجه و تمرکز کافی می داشته باشه، طور مثال قسمت درس خواندن خود کارهای من رو دو میشه توجه می داشته باشه، مگر طفلی که مشکل داره درست متوجه نمیشه، توجه تمرکز خراب میشه و در پالویش طفل هایپر اکتیو می باشه، یعنی فرط فعالیت فیزیکی می داشته باشه. این دارای دو جز می باشه. امکان داره که پیش بازی اطفال هر دو جزش باشه، امکان داره که پیش بازی اطفال کم توجهی باشه یا بیشفعالی باشه، اکثرا اردوش می باشه، اردوش پیش طفل امکان داره وجود باشه که هم کم توجه درست بالا یک موضوع تمرکز کردن می تانه، توجه کردن می تانه و فرط فعالیت می داشته باشه. فرط فعالیت قسمی که طفل جسم تخریب کاری هم بزنه، در اتاق داخل شوه سر میز بالا میشه، سر چوکی بالا میشه، طور قسمی که هیچ خود به خود معلوم میشه که طفل از حالت نرمال حالتش بیشتر است و زیادتر است. واضح عاملش معلوم نیست که چی چیز عامل واضح است، مگر صنف اختمو عوامل که امکان داره ارثیت باشه، امکان داره که واضح عوامل روانی باشه، واضح عوامل اجتماعی باشه که در این ارثیت رول داره، امکان داره که پیش طفل باشه و باعث وجود عاملی اختلال میشه. یک تحقیق جالب در کانادا نشان داد که میزان مکسیمم ADHD در بعضی سالها برای پسران بین 6 تا 9 سال بالا و برای سنین 14 تا 15 سال پایین است. اگرچه میزان بروز ADHD در پسرها 9% است، در مقابل این میزان برای دختران 3% می باشد. در یک مطالعه که توسط نو و چاو کیم در سال 2003 در کوریا شد، آنها متوجه شدند که 4.9% از کودکان مورد مطالعهشان دارای ADHD است. همچنین در دنور حدود 10% از 3000 نفر مورد مطالعه قرار گرفتند و تشخیص داده شد که ADHD داشتند. هرچند آمار دقیق در این مورد وجود ندارد، اما تعداد قابل توجهی از کودکان ADHD دارند.
بیننده های عزیز، صحبت های دکتر صاحب عبدالقوی را با هم بیننده و شنونده بودیم. حالا می خواهیم بیشتر روی بیش فعالی بپردازیم و بیشتر می خواهیم برای شما معلومات ارائه کنیم. حدود 3 دهه هست که بیش فعالی را با 3 نشانه اصلی می شناسند. یکی بیش فعالی، دیگرش کم توجهی و همچنان تکانشگری. اما نظر به تحقیقات اخیر که صورت گرفته است، بیشتر با 2 نشانه مشخص می سازدش. یکی بیش فعالی و دیگرش هم تکانشگری. علت حذف کم توجهی به این خاطر است که در اکثر افرادی که مبتلا به اختلال بیشفعالی بوده، کم توجهی دیده نشده و کم توجهی به عنوان اختلال ثانوی نیز شناخته می شود. در این روزها پژوهشگران خیلی دقت می کنند و می پردازند به این موضوع و خیلی این موضوع برایشان دلچسب شده. خب ما برای شما در مورد بیشفعالی معلومات دادیم. حتما واژه دومی که ذکر کردیم، تکانشگری، برای شما سوال خلق شده که تکانشگری یعنی چی؟ تکانشگری را می توان با این علائم توصیف کرد: ناتوانی در کنترل عملشان و بازداری و جلوگیری از عملشان و عمل بدون فکر و تعامل و ملاحظه و برنامه ریزی نکردن و برنامه ریزی های بدون فکر کردن به عواقبش از جمله رفتارهای تکانشگران می باشد. بیننده های عزیز، حالا چه خوب است که نظریات روانشناس زکریا بارکزی را نیز بیننده و شنونده باشیم. در ادامه با ما باشید. با پیشرفت علم روانشناسی، اینا نگاه کردن که بعض رفتارهایی را که ما در جامعه انجام میتیم نسبت به موضوعی که آگاهی نداریم، باید آگاهی حاصل کنیم که رفتارها درست نیست و رفتارها ما را مشکل مواجه میسازد. از اون جمله رفتارهایی که تازه مورد توجه روانشناسان قرار گرفت، موضوعات اختلالات پیشرفتاری است که ما در برنامه زندگی معمولا پیشفعالیتی یا پیشرفتاری در خود داریم. خب این پیشرفتاری یا پیشفعالیتی معمولا به یک فعالیت گفته میشه که ما باید فعالیت را در زمان پختگی خودش انجام بدیم، قبل از مسئله انجام میدیم. زمان قبل از مسئله انجام میدیم یا اینکه ناتکمیل انجامش میدیم یا اینکه موضوع را به صورت مکمل هم خوبتر انجام ندادیم. خب قاعده استراکچر ساختمان ظاهری وجود انسان های این گونه حکم میکنه، میگه ما وقتی که هر رفتار را انجام میدیم، این رفتار باید اساس قاعده و قانون خود را داشته باشه. قاعده و قانون ازی به معنای ازی است که در گام اول باید تحت عنوان شعور انسان قرار بگیره. وقتی که از شعور انسان فیلتر شد، میره به احساس انسان. وقتی که از احساس انسان پس دوباره فیلتر شد، میره در زمینه های تفکر. زمانی که زمینه های تفکر فیلتر شد، میره در زمینه های مکاشفه. بعد از زمینه های مکاشفه رفتار انجام پیدا میکنه و در این رفتار احتمال داره که عمود و پدیده باشه، یا مفاد خوب را بگیریم، یا اگر ضرر کردیم، ضررش هم تجربه است که بار دیگری موضوع را انجام نمیدیم. موضوع پیشرفتاری هجمله فعالیت است که اینی 4 ملفر اصلا در ذات خود نداره. زمانی که فرد به یک بارگی میه وظیفه های کار را انجام میده، این موارد را در نظر نمیگیره، به جزئیات مسئله اصلا توجه نداره، به صورت کل کار را انجام میده و این کار در عواقبش مشکلات و مشکلات را داره که مشکلات هم نمیتونه زمینه را برای تجربه زینا مساعد بسازه و نمیتونه از این برای اندها درس هم بگیره که نمی ماجرا و نمی دغدغه را برام فعالیت های پیشرفتاری یاد میگیریم. خوشبختانه اینا کرکترهای ظاهری در خود دارن که متاسف از این مسئله میتونیم به صورت مکمل اینا را خوبتر بشناسیم و شناخت زینا در دوران کودکی هست، معمولا بعد از سالهای 7 زندگی برای والدین هم نیاز است که باید در کانون خانواده توجه کنن، ببینن که فرزندانشان اگر با چنین رفتارهای مواجه هستند، این در ذات خودش یک اختلال است. مثل که در گذشته ها کودکانی که بعضی فعالیت ها را انجام میدادن، تشویق میشد از طرف کانون خانواده که من بنازم چی فرزند دارم، ماشاءالله همه کارها را به صورت مکمل خوبتر انجام میده. اما امروز نگاه کردن که این مسئله پیشرفتاری است یا جمله اختلالات روانی است. خب پس ما خصوصیات زیر در چند جهت مورد بحث قرار میدیم. در گام اول در زمینه های تفکر، زمانی که اینا یک کار را مورد مطالعه قرار میدن یا مورد انجام قرار میدن، نسبت به موقعیت مسئله اصلا تفکر نمیداشته باشن. اما در حالی که در حالت طبیعی انسان ها که کارها را انجام میدن، نسبت به موضوع یک تفکر میداشته باشن که کار از اینا چگونه است، از کجا سرچشمه میگیره، به کجا میره. در گام اول اینا اصلا نسبت به مسئله تفکر ندارن. در موضوع دوم، انسان ها زمان کار را انجام میدن، از کلیت مسئله شروع میکنن، میرن به جزئیات مسئله، یا از جزئیات مسئله شروع میکنن، میرن در کلیت مسئله. این دو روش است برای انجام دادن کار انسان ها. افرادی که پیشرفتاری دارن، اینا زمان کارها را انجام میدن، به صورت مکمل کلش را انجام میدن، اما به جزئیات مسئله اصلا توجهی ندارن. مثل که یک از در سر پارچه امتحان است، به مجرد که یک بار سوالات را دید، بال کردن مسئله میپردازه، اما در فکر از این موضوع نیست که سوالات چقدر شبیه به سوالات دیگه است، چی کارها را در خود داره و چی حرفایی را در خود نداره. اینا به یک بارگی به کلیت مسئله توجه دارن. این یک مسئله است. مسئله سوم، اینا جمله افرادی هستن که نسبتا خیلی حواس‌پرت هستن. زمانی که اینا حواس‌پرت هستن، همزمان توجهشان در چندین جهت است. حرف هم میزنن، تلویزیون هم نگاه میکنن، به کار دیگه هم مصروف هستن. این ناشی از این مسئله نیست که آی کیو شزنا خیلی ها بالاست که همه چیزا رو بتونه کنترل کنه. احتمال داره آی کیو شزنا در یک سطح قرار داشته باشه که به صورت مکمل دو چهار مشکلات از زمان دو چهار مشکلات بود. ای به این معنی است که از این شاخه به شاخه دیگر میپرن، اما
چیز با وجود نمی. یکی از شناسایی رفتار از اینا همین موضوع است که اینا ثبات دقت نسبت به مسئله ندارن، بلکه از هر شاخه به شاخه دیگه میپره. باید این موضوع رو مثبت مکمل مورد بحث قرار بدیم. مسئله چهارم، اینا خیلی ها بیشتر حرف میزنن نسبت به انجام یک کار، خیلی حرف دارن، در حالی که اینا در یک عالم رویا یا در مسیر رویای زندگی خیلی قرار دارن نسبت به عمل کرد موضوع. وقتی که کار برشون وظیفه میتی قبل از این خیلی تعریف نسبت به مسئله داره، میگه کار معنی نداره، می کارم میتونم به صورت بسیار سادگی ریشش رو بکنم، اینا رو حل کنم، در حالی که در ماهیت مسئله چونی نیست و چونی کارم انجام دادن نمیتونن. خب این موارد است که خیلی ساده در کانون خانواده میشه به مسئله توجه کنیم و این نیاز به موضوع نیست که باید اصلا شناس باشن. با مجرد که نتوب به مسئله آگاهی حاصل میکنیم که فرزند ما این کار یک بار نه دو بار نه سه بار انجام یا بیشتر از سه بار در یک هفته انجام داد، پس ما به صورت مستقیم میفهمیم که اینا کاندید افراد پیش فعالی هستن و در ذات خودش این یک اختلال در فرزندان ما هست. باید زمینه برای این موضوع مساعد بسازیم تا در آینده این مسئله پیشرفت نکنه. قسمی که چندین بار گفتم یکی از علایم بارز این اختلال می تواند بیش از حد فعال بودن و پر انرژی بودن باشد، اما شاید شما کنجکاو شده باشید و برای شما سوال خلق شده باشد که این افراد می تواند دیگر چه علایم داشته باشد. از دیگر علایم این افراد می توان اینها را نام برد. این افراد نمی توانند به صورت مداوم و به صورت طولانی در یک جای بنشینند و همیشه در حال حرکت می باشند. از جمله دیگر علایم این افراد می توان این را نام برد که این افراد خیلی ماهر هستند در ایجاد سر و صدا کردن و همیشه سر و صدا ایجاد میکنن و نمیتوانند به صورت آرام در جای بنشینند و در ایجاد سر و صدا کردن خیلی ماهر و خیلی دقت به خرج میتن و نمیتوانند به یک موضوع دقت خود را معطوف کنند و همیشه حواس پرت هستند، فکرشان از این شاخه به این شاخه میپرد و به خاطر از همی است که این افراد فراموشکار نیز میباشند. این افراد به دلیل ذهن پرکار که دارن خیلی حرف میزنند و خیلی پرحرف هستند و این افراد میتوانند سخت تخریبگر باشند و از اعمال تخریبکاری خود لذت هم میبرند. افرادی که بیش‌فعالی درشان دیده شده است ممکن است تا 30 سالگی اصلا توجهی به زندگیشان و آیندهشان نداشته باشد و یک شخص بی‌پروا به بار بیاید. این افراد نمیتوانند صبر داشته باشند و تحمل داشته باشند. مثلا وقتی شما از اینها سوال کنید، قبل اینکه سوال شما با پایان برسد اینها جواب میدهد و اصلا حوصله و انتظار نمیتوانند بکنند. یکی از نشانه های دیگر این افراد این است که این افراد می توانند تمرکز درست در عملشان داشته باشند و وقتی شما با اینها صحبت میکنین اینها تظاهر میکنند که به صحبت های شما گوش میدهند، در حالی که ممکن است ذهن اینها طرف دیگر باشه و حواس اینها پرت باشه. دوستان عزیزم، حالا میریم ادامه صحبت های دکتر صاحب عبدالقوی را با هم بیننده و شنونده میباشیم. در ادامه نظریات مردم را نیز خواهیم داشت. تشخیصش باید که طفل حداقل سنش از 5 سالگی بالا باشه و بعد از 7 سالگی اعراض علائم پیش مکمل باشه. اکثرا در بزرگسالی که میرسن خوب میشه، بعد از سن طفولیت اکثرا اختلال خوب میشه و از بین میره. بیشتر هم عرض کردم شما که جمله اختلالات رشدی اطفال است که زیادتر نزد اطفال نباشه، از سن 5 تا سن 18 و 20 در سن سال بیشتر نباشه. بعد از او باز رو بهبودی پیدا میکنه و اکثرا خوب میشه. بعضش امکان داره در بزرگسالی هم باشه، در کلانسالی هم امکان داره بعضش باشه، منتها با شدت نمی باشه و اکثرا در طفولیت از بین میره. خب ADHD علائمش هم هست که طفل زیاد متحرک می باشه، زیاد فعالیت می داشته باشه، توجهش خیلی کم می باشه، بالای موضوعات عادی هم توجه کرده نمیتونه، خود به خود معلوم بشه که طفل در خانه داخل شوه، دست به تخریب کاری شاید بزنه، هیچ حتی دقیقه آرام نمیشینه، خود به خود معلوم میشه می علایم که پیش طفل بود و در پالویش توجه کم نباشه، فعالیت خیلی زیاد نباشه. با دیدن می علایم ما تشخیص برای طفل گذاشته میتونیم که از پدر و مادرش تارشه گرفته شده یا از کسایی نزدیک هم تارشه گرفته شده که فرد فعالیت همیشه است، خوش طور است دیگه که با افسردگی تشخیص تفریقی شود. تا حد ما میتونیم میره توجیه بکنیم به بیبندباری والدین در قبال اولادهایشان که سبب میشه به این مطور یک حالتی که او طفل میکشانه به طرف کوچه و او زیادتر او را وابسته میسازه با مو بیرون و او دل سرد میشه از او درس های خود و تمام وقت خدا او صرف بازی میکنه که در حقیقت او زیای وقتش هم میباشه و این
صدمه میرسانه شخصیت خود از اون طفل، چون شخصیتی که تمام روز در کوچه باشه و از تربیه والدین بهره مند نشه، در آینده نمیتونه مفید بر جامعه و بر فامیل خود باشه. در فامیل ما هست، ولی دو سه دانه است. ما برایشان یک تقسیم اوقات معین تنظیم کردیم که چی کار کنن و بیشتر با درس میتونیم یارا عادت بدیم تا که یا به می خوی خواص خودان خاتمه بتن، به می خوی خواص شوخی که دارن و ضرر رساندن به هر کس. با به همین خاطری که از این کار نامعقول جلبگیری بشوند، با مکتب ملایی یا مکتب های چیز توصیه شون کردیم و جلبگیری کردیم از دقل میلم بیاموزن هم از این کارهای ناشایسته جلبگیری بشوند. و بعضی هایشان هستن که با شوخی های خودان بسیار هم به خود ضرر میرسانند و هم به اطرافیانشان، و بیشتر آزردگی به مادر و پدر میرسه که بیشتر و بیشتر به مادر. بیننده های عزیز، صحبت های دکتر صاحب عبدالقوی را با هم بیننده و شنونده بودیم و نظریات مردم را نیز داشتیم. امید که تا این دم خسته نشده باشید. حالا می خواهیم در مورد این صحبت کنیم که چی علت های باعث به وجود آمدن این اختلال نزد افراد می شود. تا هنوز دلیل عمده و مشخص برای این اختلال وجود ندارد، اما یکی از عامل ها می تواند عامل ژنتیکی باشد و می تواند به صورت ارثی از پدر برای اولاد انتقال کند، و همچنان محیط می تواند تاثیر بسزایی در وجود آمدن این اختلال نزد افراد داشته باشد. اگر مادران در دوران بارداری از سیگرت، الکل و یا دیگر مواد نشابر و مخدر استفاده کند، می تواند تاثیر بسزایی در وجود آمدن این اختلال نزد اطفالشان داشته باشد. دوستای عزیزم، چه خوب است که ادامه صحبت‌های روانشناس زکریا بارکزایی را نیست با هم بیننده و شنونده باشیم. در ادامه با ما باشید. روانشناسان در مورد مسئله این گونه همواره موضوعات مورد بحث قرار دادن که در گام اول ژنتیک را عامل اساسی نسبت به هر مسئله دانستن. خب ما زمانی که ژنتیک را عامل اساسی در مورد موضوع دانستیم، احتمال داره که والدین از جمله افراد باشن که اینا آی کیو گوشی را وراثتی از بزرگان خود به ارث گرفتن، اما پیش فعالی را اینا وراثتی به ارث گرفتن، در امر برنامه‌های زندگی کارهای خود را انجام دادن، ولی مورد توجه هیچ کس قرار نگرفتن که اینا افراد پیش فعال هستند. این باعث مسائل شد که بالای ژن‌ها و کروموزوم‌ها تاثیرگذار بود. این انتقال پیدا کرد برای نسل بعد، وقتی که بچه های به دنیا آمدن اینا از بزرگان خود چون ژن ها را گرفته بودن، اینا افرادی هستن که حرکت های اختلالات پیش فعالی را در خود دارن که هر کار را نسبتا در تلاش از این مسئله هستن که افراطی بسیار زود انجام بدن. یک مسئله ژنتیک است. در گام دوم، محیط هم از موضوع بسیار سازنده هست. افرادی هستن که اینا در محیط میتونن پیش فعال شون. تاثیرمون از این موضوع است که اینا در بازارتا از بعض محرومیت های برخوردار هستن. والدین همیشه در فکر از این موضوع هستن که فرزندان هیچ کار انجام دادن نمیتونن، با مجرد که یک کار انجام میتن اینا را در همون کار خیلی تشویق میکنن، در حالی که اینا شایستگی تشویق رو در روی جهت کار نداره. اینا فکر میکنن که انجام دادن کار ما خیلی ها بالا است و مورد قبول همگی قرار گرفتن. اینا نیازمند از این مسئله هستن که تکرار کنن، بیشتر کار خود رو بیشتر انجام بدن، زمینه رو برای این موضوع مساعد میسازن که اینا پیش فعالی باشن. در گام بعدین، موضوع محرومیت های عاطفی در امر کانون خانواده است. بسیاری اوقات ما به خاطر اینکه مورد توجه اطرافیان ما قرار بگیریم، دست به عکس اصل فعالیت ها میزنیم، یا فعالیت های ما این گونه است که از دیگران در سخن گفتن پیشی بگیریم، یا فعالیت های ما این گونه است که در رفتارها پیشی بگیریم، یا کارهای ما این گونه است که در نمادها و سمبولها پیشی بگیریم. وقتی که ما این فعالیت ها رو در کانون خانواده به خاطر به دست آوردن اون محبت کانون خانواده است روی دست میگیریم، این هم زمینه برای پیش فعال بودن مثلا مساعد میسازن. اینا دغدغه های عامل هستن که در راستای پیش فعالی به خصوص کودکان نقش برازنده خود را دارند. بیننده های عزیز، صحبت های روانشناس زکریا بارکزایی را با هم بیننده و شنونده بودیم. حالا می خواهیم در مورد چگونگی تشخیص این اختلال نزد افراد صحبت کنیم. قسمی که قبلا هم گفته ایم، اختلال تشخیص اختلالات روانی نزد افراد برای پزشکان و روانشناسان مشکل می باشد و نمی توان این اختلالات را به زودی نزد افراد شناسایی کرد. همچنان این اختلال یا اختلال بیش فعالی نیز نزد افراد شناسایی اش مشکل و تشخیصش مشکل می باشد، اما حداقل از نشانه هایی که بیشتر ذکر کردیم، شش نشانه اش را افرادی که بیش فعال هستند می داشته باشند و این نشانه ها به مدت 6 ماه تداوم داشته باشد، و افرادی که یا کودکانی که به اختلال بیش فعالی دچار می باشند حداقل 5 سال سن می داشته باشند، و شروع این علائم ممکن از سن 7 سالگی شروع شود و به بعدش ادامه پیدا کند. حالا میریم صحبت های آخری دکتر صاحب عبدالقوی و روانشناس زکریا بارکزایی را در مورد چگونگی راه های حل و تداوی این بیماری و یا این اختلال روانی با هم بیننده و شنونده می باشیم.
هم دوا وجود داره به این بعد دواست که توصیه میشه باید دکتر مربوطه بخش مربوطه برای جوار توصیه کنه و هم روان درمانی برای خیلی مهم است که برای فامیلش زیادتر چون طفل خود روان درمانی گرفته نمیتونه برای فامیلش باید تعلیمات داده شود تا که بعضی راهکارهایی است که با استفاده از او با طفل کمک کرده میتونن طفل کوش کنن که برنامه زندگیش تا حد منظم باشه طور مثال طفل چون توجه طفل خیلی کم می باشه طور مثال روبروی طفل بشینه یک رایشی است که با طفل چشم با چشم شوه بگه که یک چشم جنگی کنیم بازی جامعه ما شما این مراوج است بازی که اساس شوخی کار میکنه بیا چشم جنگی کنیم اگر چشم تو زیاد پلک نزدی ما فرات جایزه میتم امی خود در چیز تقویه تمرکزش کمک میکنه و دیگه خواب طفل باید جاش راحت باشه جاش مستری باشه و بازی‌هایی که امروز طفل انجام داده شوه که در قسمت تقویه تمرکز توجهش کمک بکنه این خیلی کمک کننده است به می اشکال میشه که امروز طفل کمک شوه تا که اختلالش تداوی شوه و پالوش دوا هم برش شتاک توصیه شوه در گام اول سعی کنیم که بر مراکز روان درمانی مراجعه کنیم چون با دارو نمیشه این مشکل رو به صورت مکمل حل کرد بلکه با مسائل روان درمانی میتونیم موضوع رو تحت عنوان جلسات مختلف در نظر داشته باشیم تا مشکلات موضوع حل شود در گام دوم ما در بعضی حالات ها برای فرزند خود بعض تحمل یا آموزش های صبر کردن رو هم بدیم متاسفانه در جامعه ما افغانستان ما آموزش های صبر کردن رو برای فرزندان خود نمیدیم مثل که یک فرمول بسیار زیبای است که میگه شما در مقابل کودکان 10-1 باشین در مقابل جوانان 1-10 باشین این حرف به این معنی است که یعنی باید کودک برای شماها ده تا نگوید شما ده تا برای کودک بگوید یکی از کودک بشنوید اما برای نوجوانان نیاز مثلا نداریم نوجوان باید از ده تا بگوید در مقابل یکی بشنوید متاسفانه در دوران کودکی ما این قاعده های تربیتی رو خوبتر روی دست نمیگیریم که برای فرزند خود صبر پذیری رو یاد بدیم تحمل کردن رو یاد بدیم اینا بتونه یک کار رو خیلی عجله نداشته باشن بلکه سر جایش با ظرافت هایش به صورت مکمل انجام بدن ولی اگر قرار می باشه که ما بگه فرزند ما فقط همه کارا رو انجام بدن به خاطر از این موضوع است که انجام دادنش برای ما لذت داره اما در فکر از این موضوع نیستیم که عواقب از شیرین است یا تجربه تلخ را در قبول داره یا نداره این موضوع است که این قاعده تربیت رو باید از نظر بگیریم در گام سوم موضوع تشویق در امر کانون خانواده است سعی کنیم نسبت به بعض رفتارهایی که نیازمند پاداش و تشویق هستند برای فرزندان خود تشویق و پاداش داشته باشیم مثل که بعضی کارها را فرزندان ما انجام میتن نیازمند پاداش و تشویق نیستن ولی ما به خاطر این مسئله را تنها فهمیدیم که تشویق کردن فرزندمان را باعث رشد ذهنی فرزند ما میشه در هر جهت زندگی اینا را تشویق میکنیم باید تشویقش را مطابق عملکردش به صورت مکمل درست باشه و در گام سوم ما زمینه ها را به گونه مساعد نسازیم فرزند ما زمانی که دست به کار زد بگذاریم که از چهار مرز را که ما در اول اشاره کردیم این کار به صورت مکمل بگذره در گام اول شهورش در کار مورد بس باشه تفکرش در کار مورد بس باشه احساسش در کار مورد بس باشه و مکاشفه هم در کار مورد بس باشه وقتی کودک ما این موارد را با گذشت زمان هایسا هایسا تمرین میکنه هر جمله فرد قرار میگیره که از حالت پیش فعالی بیرون میشه و میتونه رفتارهای درست خود را پیدا کنه بیننده های عزیز صحبت های آخری دکتر صاحب عبدالقوی و روانشناس ذکریا بارکزایی را که در مورد چگونگی راه های حل و درمان این بیماری و یا اختلال بود با هم بیننده و شنونده بودیم حالا با ذکر چند نکته از حضور شما عزیزان مرخص خواهم شد یکی از نکته ها را که شما باید در نظر داشته باشید این است که در انگام عمل نباید از دخانیات و مواد مخدر استفاده کنید چون مواد مخدر می تواند خیلی تاثیرگذار باشد در وجود آمدن این اختلال نزد اطفالتان کوشش کنید صبحانه مکمل بخورید و تنفس عمیق بکشید یک از کارهای دیگری که میتواند شما را کمک کند در پیشگیری با وجود آمدن این اختلال این است که شما قدم زدن بروید با اطفالتان و یا اگر اطفالتان به این اختلال دچار هستند کوشش کنید برایشان یک تقسیم اوقات منظم و یک ساختار منظم بسازید و برایشان یاد بدهید که مطابق آن تقسیم اوقات عمل کند و به پیش برود موسیقی گوش کردن نیز میتواند برای شما کمک کند و آرامش بخش برای شما باشد و همچنان برای اطفالتان کوشش کنید که آرام و حت باشین زمانی که شما عصبانی می شوید اطفالتان بیش از حد می تواند فعال شود و این اختلال می تواند در آنها افزایش یابد این بود داشته های این برنامه که تقدیم شما عزیزان قرار گرفت امیدوارم مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد شما می توانید در صفحات مجازی نیز ما را دنبال کنید و کانال یوتیوب ما سر زده ویدیوهای ما را لایک نمایید اگر سوال پیشنهاد و یا انتقاد دارید از طریق صفحه فیسبوک ما با ما شریک نمایید تا برنامه بعد که باز هم با یک موضوع جدید در خدمت شما عزیزان قرار می گیرم الله حافظ و نگهدارتان